سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی در مورد حقایق تاریک کارکترهای بازی های ویدیویی آماده کردم. شما توی بازی ها مخصوصا اوپن ورد ها کلی NPC میبینید که اکثرا سرشون به کار خودشونه، اما هر از گاهی اگر اونا رو تعقیب کنید میفهمید که چه حقایق وحشتناکی پشت سر اونا وجود داره. با ما همراه باشید تا شما رو با 10 تا از این حقایق آشنا کنیم. شماره 10، اسلحه ساز شهر روتز، رد دد ردمشن 2. توی رد دد ردمشن 2 حقایق ترسناک و عجیب کم وجود نداره، از قطار ارواح بگی تا قاتل سریالی و ومپایر. اگر شما دنیای رد دد ردمشن 2 رو بگردید، هر گوشش ممکنه یک راز عجیب و غریب در انتظارتون باشه. اما یکی از جالبترین اونا مربوط به اسلحه ساز شهر روت میشه، کسی که در نگاه اول یه شاپکیپر خیلی معمولی به نظر میرسه، نه انگار که شخصیت مهمیه. اما اگر شما از پشت مغازه اون رد بشید، میبینید که از زیر زمینش یه پسر جوان داره داد میزنه و از شما کمک میخواد. دوباره به مغازه اون اسلحه ساز برید و بعد با تهدید کاری کنید که اون شما را به زیر زمین ببره. وقتی که اونجا رسیدید، میبینید که یک پسر جوان با لباس ملوانها به تخت این یارو زنجیر شده. وقتی که ازش توضیح میخواید، اون میگه که پسرش چند وقت پیش تو یک دوئل کشته شده و حالا این بابا رو گرفته تا جایگزین پسرش بکنه. اما یه سری هستن که میگن نه، این ملوان جوون رو به خاطر آزار و اذیت جنسی زندانی کرده. شما اینجا میتونید به زنجیر اون پسر شلیک کنید و آزادش کنید، و یا اینکه هر دوشون رو بکشید. این کاملا بستگی به خودتون داره. شماره 9، لیزبت اسکایریم. دنیای اسکایریم هم دقیقا به اندازه رد دد ردمشن 2 غنیه و توش میتونید رازهای زیادی رو پیدا کنید. توی این بازی NPC های مختلفی وجود دارن که اکثرا نشون آدم های خوبی هستن، یعنی کسایی که تو شهر دارن برای خودشون زندگی میکنن، و یا اینکه دشمنتون هستن. هیچ چیز عجیبی در موردشون وجود نداره. مثلا بیایید به لیزبت یه نگاهی بندازیم. این شاپکیپر که توی این شهر تنهایی داره برای خودش کسب و کار میکنه و نون در میاره، در واقع شوهر اون چند وقت پیش کشته شده و اون حالا زندگی خودش رو به سختی میگذرونه. واقعا چقدر حس بدی به شما دست میده. حتی یه کوستم براش انجام میدید و یکی از مجسمه‌هاشو که دزدیده بودن براش برمیگردونید. اما اگر شما به کوست تیست آف دس سر بزنید، اونجا به یک محفل شام میرید که دورش کلی آدم نشستادن و در واقع از جسد انسان ها تقضیه میکنن. اونا کانیوال یا آدم خوار هستن. خب حدس بزنید پشت این میز شما کیو میتونید ببینید؟ یه چهره آشنا، یعنی لیزبت. وقتی که باش صحبت میکنید، اون میاد میگه برادرشو کشته چون کلیه خیلی خوشمزه‌ای داشته و شوهرش هم مزه‌اش خیلی خوب بوده، به همین دلیل اونو هم خورده. شماره 8، مرد بارانی پوش، GTA San Andreas. راکستار کلن دوست داره تو هر بازی اوپن وردی که درست میکنه یک سری رمز و راز عجیب قرار بده. GTA San Andreas هم از این قضیه مستثنا نیست. عجیبترین NPC که شما میتونید توی این بازی باهاش رو در رو بشید مرد بارانی پوشه، کسی که اسم خاصی نداره، اما اگر بهش نزدیک بشید میفهمید که داره یه سری چرت و پرت برای خودش برخورد میکنه. اینکه فضایی ها اونو دزدیدن و یا اینکه مارمولک ها انسان ها رو میکشن و از پوست اونا برای خودشون لباس درست میکنن. اما خب گول این مزخرفات رو نخورید. اگر شما دنبال این مرد راه بیفتید، اون شما رو به دو تا قسمت میبره که خیلی عجیبه. اول به این قبر دست جمعی که توش کلی جسد افتاده، و بعدش دوتا کلبه عجیب و غریب تر، کلبه‌ای که توش شما میتونید اعضای قطع شده بدن انسان‌ها رو ببینید، و یا این چرخ دستی که توش کلی خونه انسانه. در واقع کاملا مشخص شده که مرد بارانی پوش یک قاتل سریالیه. اون قربانی‌های خودش رو توی این دوتا کلبه میکشه، اونا رو تیکه تیکه میکنه و بعد توی اون گودال میندازشون. شماره 7، یوسفکا، بلادبورن. کلن بازی های سولز و بلاد خیلی خیلی عجیب هستن، همینطوری کل پشت بازی حقایق تاریک وجود داره. اما توی بلادبورن یک کارکتر خیلی باحالی وجود داره به اسم یوسفکا، کسی که توی کلینیک مشغول درمان بیمارهای خودشه. وقتی که شما از پشت در باهاش صحبت میکنید، اون در رو برای شما باز نمیکنه، چرا که میترسه به بیماراش آسیب برسه. فقط ازتون میخواد یک درمان برای این بیماری کشف کنید و حتی بدین منظور خون خودش هم به شما میده. اما اگر چند وقت بعد دوباره به اون کلینیک سر بزنید و با یوسفکا صحبت کنید، میبینید که صداش یکم فرق کرده، تونش همون صدایی نیست که شما قبلا شنیدید. حالا اون بار به صورت عجیبی ازتون میخواد اگر فرد رو دیدید که به کمک نیاز داره، حتما اونو به این کلینیک بفرستید. خب این خیلی عجیبه. یوسفکا کسی بود که از ترس بیماری در روی کسی باز نمیکرد، حالا میخواد افراد غریبه رو توی کلینیک خودش راه بده. حالا شما اگر با همچین افرادی رو در رو شدید، میتونید اونا رو به سمت کلینیک بفرستید. ولی خب
بیاید یکم کاراگاه بازی در بیاریم. اگر از پشت در وارد کلینیک بشیم میفهمیم که خب یه نفر دیگه اومده جای یوسف کار گرفته، اما یوسف کای واقعی نیست. اون از این افرادی که شما داخل کلینیک فرستادید برای انجام آزمایش‌های مختلف داره استفاده می‌کنه. شماره 6 مگنولیا فالات 4. اگر توی کل دنیای فالات یک نفر وجود داشته باشه که واقعا خواننده باشه و صدای خوبی داشته باشه، این مگنولیاست. این خانم خواننده که شما توی یک بار میتونید باهاش آشنا بشید و حتی باهاش صحبت بکنید. حتی اگر از دیالوگ‌های درست درمون استفاده بکنید میتونید باهاش دیت بذارید و بیرون برید. اما یه چیزی رو باید در مورد این خانم هنرمند بتونید. یک حقیقت تاریک پشت این کاراکتر وجود داره. اگر شما به مگنولیا شلیک کنید و اونو بکشید و بعد برید اینونتوری اونو لوت کنید، میبینید که توش آیتم به اسم سینس کامپوننت وجود داره. یعنی یه جور وسیله الکترونیکی که به عنوان قلب سینس ها شناخته میشه. حالا سینس ها توی بازی فالات 4 چی هستن؟ یک جور ربات که خیلی خیلی شبیه انسان ها درست شدن. در واقع مگنولیا یک جور رباته. این احتمال وجود داره که اون داره برای اینستیتوت جاسوسی میکنه، اما این احتمال هم وجود داره که خب گرفتن حافظش رو پاک کردن و اون اصلا نمیدونه که یک سینس یا یک رباته. البته اگر بازی فالات 4 رو بازی کرده باشید احتمالا میدونید کلی کاراکتر دیگه داخل این بازی وجود داره که در نگاه اول انسان به نظر میرسن، اما در باطنشون مشخص میشه که یک جور ربات و یا همون سینس هستند. شماره 5 جین نو مور هیروز. خب توی بازی نومار هیروز شما با کاراکترهای واقعا عجیبی رو در رو میشید که خب نباید زیاد ازشون انتظار داشته باشید. ناسلامتی اینا همشون قاتلای حرفه‌ای هستن. یه قاتل حرفه‌ای مشخصه چه بک‌گراندی داره دیگه. حتما حقایق تاریک پشت هر کدومشون وجود داره. اما خب جین یکم با بقیه فرق داره. اول اصلا باید بهتون بگم که اون خواهر ناتنی ترویسه، یعنی کاراکتر اصلی بازی که شما دارید کنترلش میکنید. و دوم اینکه جین پدر و مادر شما رو کشته. وقتی شما باش رو در رو میشید اون شروع میکنه به گفتن اینکه چرا پدر و مادرتون رو کشته، اما به دلیل اینکه ممکنه بازی ESRB و یا رده بندی سنی بالایی بگیره، نوار صحبت کردن جین سرعتش 3 برابر میشه و قطعا شما متوجه نمیشید اون چی میگه. وقتی شما سرعت حرف زدن اون آهسته میکنید میفهمید که چه داستان ناراحت کننده ای داشته. در واقع پدر و مادر ترویس از جین سوء استفاده جنسی میکردن. در واقع پدر ترویس بارها به جین تجاوز کرده بود، به همین دلیل جین از اونا انتقام گرفته. شماره 4 چال ورلد اف وارکرافت. معمولا یه قانونی در مورد بازی‌های ویدیویی و فیلم‌ها وجود داره که خب بیشتر عناوین اونا رعایت میکنن و اونم اینه: به بچه‌ها آسیبی نمیزنن. بچه‌ها موجودات معصومی هستن که اصلا نباید به اونا صدمه‌ای وارد بشه. آره دوبار. اما خب همچین چیزی در مورد بازی ورلد اف وارکرافت و کاراکتر چال صدق نمیکنه، چرا که اون ظاهرا با بچه‌ها خیلی خوبه ها. اون یک جور کودکستان داره که از بقیه بچه ترول ها محافظت میکنه. خیلی آدم نایس به نظر میرسه، اما اگر شما پشت خونه اون برید میفهمید که حقایق ترسناکی در موردش وجود داره. مثلا یه سری قفس اونجاست که داخل شما میتونید قطعات کنده شده بدن انسان رو ببینید، و یا اینکه کلی از قسمت‌های خونه خون ریخته و جسدایی پیدا میکنید که اندازه خیلی کوچیکی دارن، در واقع دقیقاً اندازه بچه‌ها. از اون گذشته وقتی که شما چلو میبینید اون همیشه پشت یک جور دیگ ایستاده و داره غذا درست میکنه. خیلی سخته که بهتون بگم، اما چل بچه ها رو میگیره و به بهانه نگهداری از اونا بعضیاشون رو میخوره. شماره 3 میا سایکوناتس. قطعا میا یکی از نایسترین کارکتریه که شما داخل بازی سایکوناتس باش رو در رو میشید. وقتی که شما میخواهید قابلیت پرواز کردن و یا همون لویتیشن رو یاد بگیرید، میا ازتون میخواد که داخل ذهن اون برید و این قابلیت رو تمرین کنید. اما وقتی که شما داخل ذهن میا رفتید میتونید به یک قسمت خاص برید، جایی که میا ازتون خواهش میکنه واردش نشید. وقتی شما وارد اون قسمت میشید میتونید به خاطرات قدیمی میا دست پیدا کنید. در گذشته اون از بچه‌ها نگهداری میکرده، اما یه آتش سوزی رخ میده و همه اون بچه‌ها جون خودشون رو از دست میدن. میا اصلا نمیتونه به اونا کمک کنه. اگر شما باز هم پیش برید و وارد این صندوقچه بشید میفهمید که توی ذهن میا یک جور شکنجهگاه درست شده، جایی که شما میتونید اون بچه‌ها رو ببینید که همشون دارن داد میزنن میا به ما کمک کن، میا ما رو نجات بده. این به این خاطره که میا هنوز نتونسته خودشو ببخشه و فکر میکنه کشته شدن اون بچه‌ها تقصیر خودشه. شماره 2 آدمخوار Assassin's Creed Unity. توی لیست امروز به چند تا نمونه آدمخوار دیگه اشاره کردیم. خب شاید این یکی براتون چندان جذاب نباشه،
چیزی که به نظر من این آدم‌ها رو خیلی عجیب می‌کنه اینه که داخل بازی اساسن اسکرید یونیتی وجود داره، بازی که در دوره انقلاب فرانسه رخ داده، یعنی توی اون زمان هم آدم‌ها وجود داشته. اگر یونیتی رو بازی کرده باشید احتمالاً می‌دونید بخشی وجود داره که در نزدیکی رودخونه است و شما می‌تونید به اون فاضلاب‌های کنارش برید. اونجا اگر خوب بگردید میتونید یک تلمبار از جسدهای تیکه تیکه شده رو پیدا بکنید. از قابلیت ایگل ویژن خودتون استفاده بکنید و رد اون خونه رو بگیرید و میرسید به یک مرد که خیلی شیک جلوی شما ایستاده و داره گوشت انسان رو تیکه تیکه میکنه. اگر اون اطراف باز بگردید میتونید یک سری قفس پیدا کنید که توش یه سری آدم هستن و دارن ازتون درخواست میکنن که بهشون کمک کنید. بعدی قضیه میدونید چیه؟ اینکه شما فقط میتونید نگاه کنید و نمیتونید به اون آدم ها کمک کنید و نمیتونید این آدم خاره رو بکشید. شماره 1، اوریانا، ویچر 3، بلاد اند واین. درسته که اوریانا نقش زیادی داخل بازی نداشت، اما هنوز کنزه یکی از محبوب ترین کارکترهای اکستنشن بلاد اند واین به حساب میاد. شما با این خانم پولدار تو یک جشن آشنا میشید، جایی که مشخص میشه اون از جمله دوستای دتلاف و ریجز، یعنی دو تا هایر ومپایر. این به این معناست که اوریانا هم هایر ومپایر محسوب میشه. اگر شما در آخر بازی که دتلاف با کلی ومپایر به شهر حمله کرده از روش دوم بخواید استفاده بکنید و دنبال راهی بگردید که یک بار اونو بکشید، مجبورید از کمک اوریانا استفاده بکنید. اما اوریانا میگه یه کار مهمتر داره. ظاهرا اون آدم خیریه و یک یتیم خونه زده و از بچهای یتیم نگهداری میکنه. شما قبول میکنید مشکلی که توی یتیم خونه اوریانا به وجود اومده رو حل کنید، اما وقتی که اونجا میرید مشخص میشه که اوریانا از روی خیرخواهی نیومده این یتیم خونه رو بزنه. در واقع اون از خون این بچه‌ها تغذیه میکنه. همه ومپایرها بالاخره به خون انسان علاقه دارن، اما ظاهرا ذائقه اوریانا فرق داره. اون از خون بچه‌ها لذت میبره، به همین دلیل گرفته این یتیم خونه رو زده تا اینطوری هر وقت دلش هوس خون تازه کرد به این یتیم خونه سر بزنه و از اون بچه‌ها استفاده بکنه. البته این قضیه رو بهتون بگم که اوریانا بچه‌ها رو نمی‌کشه. در واقع به نظر میرسه که اتفاقا بچه‌ها خودشون دوست دارن به اوریانا کمک کنن، چرا که وقتی که بزرگ میشن اوریانا اونا رو رها میکنه. خب بچه‌ها، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم کاراکتری میشناسید که واقعیت عجیبی پشت سرش وجود داشته باشه؟ حتما توی کامنت‌ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با ویدیو امروز حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.